بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بینندگان عزیز کورد کانال، السلام علیکم و رحمت الله. خواستم به نسبت همایشی یا خود نمایش انتصابات رژیم، بنده کلیدواژه انتخابات رو حقیقتا به کار نمیبرم، چرا که در سایه رژیم فعلی ما هرگز چیزی به نام انتخابات نداشتیم. انتخابات عادتا در سیستم های باز هستش، سیستم های آزاد هستش که افراد و گروه های سیاسی میتونن در یک رقابتی عادلانه برنامه های سیاسی خودشون رو عرضه کنن و مردمان اون منطقه با توجه به فضای آزادی که هستش، و از فضای آزاد منظورم اینه که آزادی بیان وجود داره در ابعاد مختلف خودش، در ابعاد سیاسی، رسانه‌ای، فکریش، مردمان میان به هر حال حسب نیازهای خودشون اون برنامه سیاسی رو که مناسب میبینن که میتونه خواسته هاشون رو جواب بده انتخاب میکنن. چنین چیزی رو ما در سایه ده ها هستش، البته در جغرافیای ایران نداشتیم و در این جغرافیا همیشه نظام های تک حزبی ایدئولوژیک بودن، ولی گاهن رنگ و مزاجشون در بعد عقیدتی و سیاسی عوض شده. به همین خاطر خب شایسته نیست ما بریم و وارد چنین نمایشی بشیم و خودمون رو به بازیگران همایش و نمایش انتصابات رژیم تبدیل کنیم، چرا که خب وقتی که ما میریم وارد این بازی ها میشیم دستاوردش چیه؟ برای خود ما ها مردمان ایران دستاوردی رو نداره. چرا؟ چون در این انتخابات ها که شده به تعریف رژیم انتصابات در به معنای واقعی خودش هرگز نتونسته جواب خواسته های ما رو بده، مشکلات بیشتر شده. در بعضی از مناطق مثل خوزستان، مثل بلوچستان، مثل کردستان، مثل ترکمن صحرا و جاهای دیگر مشکلات و تبعیضات عمیق‌تر شده. شما در اون مناطق مثلا با تبعیض ملی روبرو هستید، با تبعیض مذهبی روبرو هستید، با ستم اقتصادی و سیاسی روبرو هستید. خب شما میرید به مهرهایی که اونجا رأی میدید، این مهرها میان که منتصب و انتصاب توسط رژیم صورت میگیره، با توجه به قدرت های ثروت هایی که در دستشون قرار میگیره، ثروت های این مملکت در راستای استراتژی نهادینه کردن ایدئولوژیشون هستش که این نهادینه کردن فکر و سیاست رژیم گاهن به معنای ذوب تدریجی و از بین بردن تدریجی بعضی از مردمان ما هستش. بلوچ هستی، کرد هستی، عربی اهل سنت هستی، ترکمن اهل سنت هستی، فارس اهل سنت. شما فارس اهل سنت هم حتی حسب قانون اساسی رژیم حق نداری مثلا رئیس جمهور بشی. به همین خاطر بینندگان عزیز و هموطنان ارجمند گرامی، وارد شدن این بازی ها خودش مشروعیت دادن به رژیمه، تایید ضمنی رژیمه و همراه شدن با حاکمیته. ولی اگر ما وارد این بازی نشیم خب چه کار میتونیم بکنیم؟ همه ما یک کار میتونیم بکنیم، اونم اینه که در خونه های خودمون اون روز بمونیم، و اون روز رو به روز رفراندوم تبدیل کنیم، به روز رفراندوم نه به جمهوری ولایت فقیه تبدیل کنیم. هر کسی میتونه این کار رو انجام بده. اگر ما چنین کاری رو کردیم، پروسه انتصابات رژیم رو برهم زدیم و یک حقیقتا درس بسیار خوبی در بعد داخلی و خارجی هم بهش دادیم که بله، نگاه بفرمایید، مردمان ایران راضی نیستن، مردمان ایران رژیم رو نمیخوان. و رژیم هم این روزها شما همگی شاهد هستید کم و بیش که تمام متدها و شیوه ها رو به کار میگیره که مردمان رو بکشونه پای همین همایش و نمایش انتصاباتش تا یک نوع مشروعیت نسبی کسب کنه، مشروعیت نسبی رو از رژیم بگیریم، تاییدش نکنیم و باهاش همراه نشیم، این روز رو در خونه بمونیم و به روز رفراندوم و به روز نه به جمهوری ولایت فقیه تبدیل کنیم. موفق و سربلند باشید. خدا نگهدار.